جمشید ایرانی وکیل دیوان عالی آمریکا از نیویورک با ما همراه میشه. آقای ایرانی چقدر میشه گفت پس از اینکه توازنش توازن دیوان عالی به نفع قضاتی که رؤسای جمهور جمهوری خواه بر سر کار گذاشتن سنگینی کرده، رأی هایی که دادن به سمت محافظه‌کاری رفته؟ چون بسیاری میگن که این انتقادیه که رسانه ها وارد میکنن که اتفاقا نظرات قضات رو تحت تاثیر قرار بدن. دقیقا همینطور که فرمودید، بله، آنچه که مسلم هست اینه که رأی افراد محافظه‌کار در دیوان عالی به طور مستقیم در زندگی افراد معمولی و همینطور در سیاست دولت امریکا تاثیرگذار هستند. از 6 جاج یا قاضی که در دیوان عالی هستند، همینطور که خودتون فرمودید، 3 تن از اونها فقط یک نفر آقای ترامپ معرفی کرد و سنا انتخابشون کرد. توجه داشته باشیم که این 3 نفری که معرفی آقای ترامپ بود با اکثریت رأی آوردن، ولی در سنا حدود 51 نفر یا 52 رأی آوردن در مقایسه با مثلا قاضی گینزبرگ که با 96 رأی قبلا آورده بود، یا جان رابرتس که با 76 رأی آورده بود. بنابراین می‌بینیم که خط بین محافظه‌کار و لیبرال خیلی اینجا نزدیک است و در 91 سال گذشته آنطور که گفته می‌شود این محافظه‌کارترین ترکیب دیوان عالی امریکا هست که داره شکل خودش رو نشون میده و ایدئولوژی خودش رو نشون میده. و یکی از افرادی که در این 5-6 ماه گذشته خودش رو نشون داده، آقای ایرانی، چقدر میشه گفت رأی هایی که صادر کرده در همین 1-2 سال اخیر به نفع محافظه‌کاران بوده؟ چون به هر حال مواردی هم بوده که به نفع دموکرات‌ها رأی دادن. بله، ببینید، اولا این احکامی که اخیراً صادر شده در قانون اساسی نبوده. اگر توجه داشته باشه، خود کلارنس تاماس هم میگفت که اینا از طریق متمم‌های قانون اساسی هستن که به صورت قانون در اومدن، نه که در قانون اساسی بودن. و متمم هم چیزیست که میشه عوضش کرد. البته مشکل هست، ولی این 6 نفر یا 5 نفر، آقای رابرتس هم به اینا ملحق شد، گفتش که این تعبیری که از آزادی فردی در 50 سال پیش مثلا در مورد حق داشتن نداشتن جنین، این اشتباه بوده. و حتی اشاره کردن که در آینده ممکن است که برگردیم به حق ازدواج همجنسگراها، حتی برگردیم به مواردی که در متمم‌ها هست. اما آنچه که جاج کلارنس نمیده، اشاره نمی‌کنه، این است که در متمم قانون اساسی قبلا یک سفید با یک سیاه نمیتونست ازدواج بکنه، و خود آقای کلارنس که جاج سیاه است با همسر سفید ازدواج کرده است، و این تعارض رو نمیدونم که در آینده ایشون به چه صورتی توجیه خواهند کرد. جمشید ایرانی، وکیل دیوان عالی آمریکا از نیویورک، ممنونم از شما.